با سلام دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با ساخت ابزارک لیگ. خب پی میگیریم کارمون رو، فقط اینجا دیگه همش کپی پیست. خب یکی از این رو ساختیم، من دیگه همش رو نمیسازم وقتتون رو بگیرم، فقط بهتون میگم که من این رو کپی کنم به این شکل. حالا میخوام برم سراغ بعدی، رگه به رنگ زمینه نام لیگ، این یکی. خب تنها کاری که میکنم این مقدار پیش‌فرضش رو میام کپی میگیرم. خب میام اینجا و در اینجا هم پیدا کردم همه رو، گفتم که اینجا نگاه میکنیم، میام اینجا نگاه میکنیم مقدار اون گزینش چیه. رنگ زمینه نام لیگ HBC هست تو این اسکریپت این پایین، اینا هاش HBC. اگه نمیتونستید پیدا کنید یه رنگی بیاد اینجا انتخاب بکنید، مثلا این رنگی رو بهش بدید، بعد نگاه کنید ببینید جلو کدومه نوشتتش، چه دریافت کدو بزنید که تغییر بکنه، بعد نگاه کنید ببینید جلوی کدومه نوشتتش. خب میایم سراغ این رو من فقط کپیش میگیرم، بهتون میگم که چیکار چجوری این کار انجام میدم. ببخشید دل از صفحه رفت، این رو کپی میگیرم همون کالر پیکر قبلیمو، فقط میام اینجا. خب گفتیم HBC هست دیگه، اینو میکنم HBC. هم بقیه رو هم به همین شکل HBC و این تگ عنوانش رو تغییر میدم. آخ ببخشید، رنگ قلم، رنگ زمینه نام لیک، رنگ زمینه نام لیک. خب و یه مقدار پیش‌فرضش هم گفتم میرم از اینجا میخونم، میام اینجا مینویسمش. HBC برابر است با شارپ به این شکل. این هم از این و میایم اینجا همین رو براش کپی پیست میگیرم، این رو میخونم HBC و این یکی هم HBC. بقیه رو هم به همین شکل بسازید. خب یعنی بقیه رو هم بیاید به همین شکل، همین رو دونه دونه بگیرید بیارید اونجا بسازیدشون. الان میام اینور من چک میکنم اینم مثلا درسته، یه ذخیره میزنم تا دوباره بیاد. ببینید رنگ زمینه نام لیک هم الان اضافه شد برای من. این اولی خب باید سفید باشه، اینو سفیدش میکنیم، ذخیره میزنیم. خب اگه خواستید میتونید یه بیار بذارید جلوی این لیبل ها به این شکل تا بیفته پایین، برای زیباتر شدنش میتونید این کار رو هم بکنید. بیار بخش رفرش هم نیاز نبود، فقط کافی بود این ذخیره رو بزنم به این شکل بیفته پایین که بهتر دیده بشه، جلوش نباشه بهتره. خب بقیه رو هم بس به همین شکل خودتون بیارید، من همینجا نگرش میدارم که برم شروع کنم کپی پیست کردن و بقیه رو بسازم.